بذشت ماریم به آخرین بخش از برنامه امروز همون جوری که میدونین خانم میترا بابک مهمون برناممونن خوبه است خانم واقعا خیلی خوبم اینجوری جدید رو yeah, خیلی خوب تغییر من خیلی دوست دارم خودمونیه خیلی نه خیلی خودمونیه و تغییر خیلی مهمه برای زندگیمون تغییر حتی برای مو تغییر مو تغییر لباس حتی تغییر آرایش و طبیعتاً یه بعضی وقتا هم که خیلی ضروری تغییر اخلاق علاوه که خودیم سن میکنید خانم ما هفته پیش در مورد حسادت صحبت صحبت قرار شد این هفته هم در مورد حسادت صحبت کنیم دقیقاً سال خیلی در مورد حسادت بین مادر شوهر و عروس بود اگه میشه در مورد این بیشتر توضیح بدید خب این تاریخ داره اصلا قدیم و ندیم ما دا. بین مادر شوهر و عروس مشکل داریم عروس با مادر شوهر بعد مادر زن با داماد، داماد با مادر زن مشکلات داری معمولاً و کار بسیار سخت و سنگینیه مثل شما آقایون این مرد بند خدا چه گناهی کرده که باید اینا رو همه رو به هم دیگه کنه چرا؟ سنتی خیلی سخته فرهنگی اگه نگاه بکنیم برای ب... به نسبت غربی و شرقی واقعا من وقتی به آقایون شرقی فکر میکنم خیلی تاسف واسه میخورم دلیل, هم... دلیل هم دارم که تاسف میخورم به خاطر روش تربیتی و فرهنگی ما آقایون توی موقعیت بسیار سخت و دردناکی قرار میگیرن وقتی ازدواج میکنن چون باید هم مادر رو راضی کنن هم خانم رو راضی کنن و در آخر خرابکاری میکنن نه مادر راضی میکنن و نه عروس راضی میکنن و هر دو این دوتا دشمنتر هم دیگه میشن و این آغاز که بیچاره شده و کیست باکس شده حتی بستی من اینجا وظیفه اصلی بین همون مادر و همسر هستش که این دوتا میتونن خیلی ببین نقش ب... با هم کنار بیان مادر خب خیلی خیلی یعنی ببین یه از یه آقایی برای من نوشته بود که من 37 سالمه درسم خوندم کارم و دارم خونم و خریدم همه چی وقت ازدواجمه ازدواج کردم من یک ساله که عقد کردم و مادرم هنوز عروس رو وردم خونه و مادرم شروع کرده خیلی 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 داره مشکل درست میکنه دائما به هر چیز این خانم داره ایراد میگیره و احساس میکنم مادرم داره حسودی میکنه جالب اینجا اینه که مادر من خودش این عروس برای من انتخاب کرده اصلا من سنتی ازدواج کردم اینجا خیلی معنی میده معنیش اینه که این بانو ازدواج دومش همین هم پسرشه یعنی این پسر ازدواج اولش مادرشه ولی نان سکشوال میگیم دیگه همسر اولش مادرشه درسته که مادرای خیلی وقت و مادرای چسبنده به پسر یا به اولاد خودشون حالا چه دختر چه پسر عادی و شعاری میگن که آرزو داریم عروسی کنی آرزو داریم نوره ببینیم ولی ناخداگاه اینا ترس و استراب دارن که اگر ازدواج بکنه دیگه مال من نیست بعضی وقتا مادر دلش نمیخواد حتی دخترش ازدواج کنه نه فقط پسر وقتی این رابطه بیمارگونه ی چسبندگی که من بهش میگم چسب دوقلو و اون وابستگی بین فرزند و مادر یا پدر قرار بگیره متاسفانه این مصیبت درست میشه از بچگی هم که پسرا مخصوصا شیدن که زن پیدا میشه خواهر مادر پیدا نمیشه و وقتی هم که ازدواج میکنن از همون خرید ازدواج اختلافات شروع میشه و دردناک ترین قسمت مصیبت یه زندگی شرقی همینه که دو نفر پیوند ندارن با هم بلکه دو تا خانوادن که باید راضی بشن نه دو نفر از هم دیگه و معمولا اختلافات از, از, از خانواده میاد مادر نقش بسیار حساس و اساسی داره و پدر مخصوصا مادر در مورد تربیت کودکش این پرنده ها رو باید بال و پر بدیم به موقع پرواز کنن وقتی پرواز میکنن نترسین با هیچ زنی با هیچ مردی نمیرن دیگه برگردن میرن به موقع میان احترامشون برای پدر مادر رو خیلی بیشتره حمایت هم بهتر میتونن پدر مادر رو بکنن ولی متاسفانه وقتی دخالت های بیجا میکنن که خیلی زیاد میکنن وقتی حسادت های بیجا که از همون ناامنیشون میاد ببخشید اینا زیاد میشه طبیعتا آقا هم کم میاره چون روشی که تربیت شده و بزرگ شده بلد نیست هنره همسرداری و مادرداری رو هم بلد نیست و تعادل بین این هم بلد نیست که تقصیر نداره از کی یاد گرفته وقتی خودشو دیده با امه و با مادر بزرگش این مشکلات دیده به همین و پدرم هم بلد نبوده که یاد بده گیر میکنن آقایون شرقی گیر میکنن بعد تو سر خودشون میزنن که کاشکی ازدواج نکرده بودیم بعد بچه این وسط چقدر قربانی میشن و نسل به نسل این عادت و رفتار غلط حسادت و دخالت ادامه پیدا میکنه ما هفته پیش وقت کم بود میخواستم یه مقدار علمی تر صحبت بکنم که بعد وقتی این جواب سوالا رو میدیم علمی هم متوجه این قضایا باشین و بعد چه جو چگونه انسان میتونه از حسادت رهایی پیدا بکنه اگه اجازه بدین من یه مقدار علمی تر دوباره صحبت حت بکنم, بکنم. چون خیلی از دانشجوهای روانشناس بر من می که دارن برنامه رو نگاه میکنن خوبه که بیشتر این مقدار علمی ولی به زبان بسیار ساده که همه همه متوجه بشن ببین انسان وقتی که حسادت میکنه چهار تا اتفاق میفته براش از نظر افکاری و ذهنی به هم میرزه وقتی از نظر افکاری و ذهنی اگه الان یه برد بود من به راحتی اینو توضیح میدادم که همه عام و خاص میتونستن متوجه بشن وقتی که از نظر افکاری به هم میرزه ذهنیتش به هم میرزه طبیعتا روح و روانش به هم میرزه آشفته میشه عقده های درونی شروع میکنه به رشد کردن وقتی این دوتا با هم شروع میکنن همدیگر رو تحریک کردن میره سراغ رفتار من شروع میکنم رفتارهای غیر اصولی از خودم روشون بدم حالا رفتارا رو هم توضیح میدم که در کودک و انسان چه اتفاقاتی میفته بعد این رفتارم وارد جامعه هم میشم دیگه حالا چه در خانه و جد... چه در جامعه میشم انسان منفور انسانی که کسی دوستش نداره انسان حسود و هیچ کس دوست نداره خودمون چون تنها متوجه میشن کسی کسی خودمون دوست. تنها تر و تنها تر میشیم و مثل همون آهنی که هفته پیش گفتم واقعا زوب میشیم و از بین میریم مثل خوره خودمون رو میخوریم <تصفح> حالا چه اتفاقی میافته؟ واکنش های مستقیم و غیر مستقیم انسان از خودش نشون میده حالا اول از کودک شروع میکنیم کودک چیکار میکنه؟ وقتی که برادر کوچولو، خواهر کوچولو یا اینکه تک فرزند شروع کرده احساس حسادت داره میکنه چون گفتیم که بین دو تا پنج سالگی کودک خیلی حساس میشه و ناعم میشه و حسادتش زیاد میشه هرچند که بعضی وقتا کمتر سن پایین تر بعد کودک حالا یه هوا هم اومده یه خواهر یا برادر براش اومده شروع میکنه مدل های متفاوت خشمش رو به بس صورت واکنش های غیر مستقیم نشون دادن ممه میخوره شیشه خواهرش رو برادرش رو میگیره تو دستش ادای بچه کوچولو در میاره بعضی وقت بچه ده ساله یا ده ساله این کارا رو میکنه مسخرش نکنین، خواهش میکنم برای اینکه این فقط داره نشون میده من ناامنم به من توجه کنین شروع میکنن شروع میکنه دل دردهای آنچنانی شب ادراری میکنن انواع اقسام میخوان مدل های مختل... م... م... مختلف بگن به من توجه کن به من عشق بده یعنی اینا دارن ابراز احساسشون رو از طریق غیر مستقیم واکنش غیر مستقیم نشون میدن واکنش مستقیم کودک اینه که حمله میکنه میزنه عصبانی میشه خشمگین میشه حرکات های مستقیم میکنه بعضی وقتا کودک اتفاقا خیلی مهربانی میکنه ولی موزیانه است این مهربانی حقیقی نیست نه اینکه موزیانه منظرم نیست که بچه جنسه. منظرم اینه که بچه ناامنه اومد رفتارایی کرده که مثلا زده بعد کتک خورده متوجه میشه که خب این سلف سیستم دفاعی من حالا چیه من بعد حالا مهربون باشم با این بعد کتک میخورم و شروع میکنه به اصطلاح ادای مهربان بودن و مادر دوم یا برادر پدر دومو بازی کردن ولی داره ادا در میاره آه. یه عزیزی نوشته بود که من وقتی که کوچیک بودم مامانم میگه تو اصلا حسادت نمیکردی به برادرت که سه سال نیم کوچیک ولی الان چرا انقدر داری حسادت میکنی الان خیلی حسودی دارم میکنم دقیقا همین کیسه این شروع کرد از طریق مهربان بودن ولی از درونش میسوخت این تفاوت رو حس میکنه. خانم بابا میشه مثلا بعض بعضی موقع مراقبت های خیلی زیادی میکنن از خواهر یا برادر کوچکشون که دیگه اذیتش میکنن یعنی بشین اینجا این کار بکن نه نه رو اونجا اونم حسادته که اینجوری میکنن. یعنی برادر به برادر خواهر به برادر حالا خواهر و برادر دیگه ادای مامان مامان محبت مامام. زیادی نه ادای ما مامان ما. بابا رو در که حالا دستور بهت میدم دقیقاً کاری که با اون دارن میکنن و دقیقا همون کار رو با خود برادر یا خواهر کوچیکش میکنه اه. چون اینجوری میخواد قدرت نمایی بکنه و توجه بگیره و اصلا هرسش هم خالی بکنه اه. بعد در بزرگسال چه اتفاقی میافته بزرگسال با تکبرش بعضی وقتها با خود گرفتن خیلی زیادش به اون اه اه من میگم بالونی اعتماد به نفس بالونی خودش با تحقیر کردن دیگران با نابود کردن دیگران به صورت غیر مستقیم و مستقیم یه بزرگسال سعی میکنه حسادتش نشون بده آه، یا آه، مهربونه بیش از حد فیک و غیر واقعیه و یا اینکه خشونت های متفاوت داره تحقیر های خیلی زیاد میکنه و شدیدن هم از انسان موفق بیزاره و خیلی وقتا آرزو میکنه دعا میکنه نفرین میکنه که آدم موفقی که میبینه رو نابود بشه و خبر نابود شدنش رو بشنبه متاسفانه خانم بابک حالا که در مورد موفقیت گفتین یه عزیزی نوشته بود که من خودم خیلی آدم موفقیم هم. هم. تو کارم هم تو زندگیم همه چی هم دارم ولی همیشه میخوام به یه چیز بالاتر برسم یعنی ام. یه جور حسادت دارم نسبت آه. به بقیه و چقدر دردناک این از انسان کمال پرست یا پرفکشنیست میاد که ما فرهنگی خیلی بها میدیم بهش میگیم خوبه که انسان پرفکشنیست باشه غلطه این بانو همه چی داره ولی هیچی نداره من میگم غنی فقیر واقعا ام. چقدر دردناکی که تو همه چی داری به اینکه لذت ببری از لحظات زندگی که از این کیس ما تو دنیای شرق زیاد داریم هم داریم که از چیزی که دارم از حالم لذت نمیبرم از بزرگ شدن بچه هم لذت نمیبرم پدر همسرم هم, هم در میارم قصه اینی که چرا اون بهتر از من داره رو میخورم و سعی میکنم بودو هم سی ست کیلومتر در ساعت بودم آخر دست و پا میشکنه سن من بزر... بل... بزرگتر شدم سن بالا میره پایین که نمیاد و بعد میشینم افسوس میخورم که چرا از روزها و زندگی های خودم لذت نبردم متاسفانه بریم سر حسادت دوباره خواهر برادر یا حسادت م. مادر شوهر اینا یه مسائل خیلی خیلی جدیه که خیلی ما رو اذیت کرده دیگه من فکر من فکر کنم هفته آینده ما در مورد چه باید کرد ها صحبت بکنیم م. که انسان حسود چگونه میتونه از از این مشکل بزرگ روحی روانی و های درونیش بتونه رهایی پیدا بکنه ولی امروز یه مقدار جواب سوالا رو بدیم بعد بریم هفته دیگه در مورد رهاییش خانم بابا یه ایده پرسیدن که مثلا وقتی با یه کسی دوستن میگه این شخص مال منه آه. و من دلم نمیخواد که به هیچ کس دیگه توجه کنم. مال منه کلمه <applause> مال من باون باون یعنی مالکی <applause> مال <applause> مال یه دلم مثل شما آقایون سوخت و یا خانوما برای اینکه فرهنگی ما مالکیت میدونیم شما کلا دلتون برای ما آقایون خیلی بسوزه <تصفح> 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 من دیروز سعی دارم این شما بیشتر بیشتر طرفدار آقایونی باور کن اینطوری نیست فقط عادلانه نگاه میکنم به قضیه چون واقعا نیمه مردانه من در کار حرفه ایم سعی میکنه عادلانه آد... نگاه کنه و خانم چون معمولا دوست دارن که خانم از خودشون دفاع کنن سوء تفاهم براشون میشه خیلی سخته وقتی که توی نوید برای دوست دخترت مال بشی یا تو برای دوست پسرت یا همسرت مال بشی ما مال کسی نیستیم کسی مالک ما نخوا... نباید باشه و نخواهد شد اگر اینو ما مطمئن مطمئنا خودمون بدونیم تکلیفمون رو با خودمون روشن بکنیم دیگری اجازه به خودش نمیده که اینجوری صحبت بکنه بگه تو مال منی حق نداری به کسی دیگه توجه کنی خیلی دردناک تو رابطه دختر و پسر خب خیلی باعث اختلافات زیاد میشه زن و زندگی زناشویی هم مصیبت درست میشه یه خانمی نوشته بود که من شوهرم به هر کسی به هر خانومی مهم نیست چند سالشه مهم نیست کیه اگه توجه کنه من حسودی میکنم و این نشون میده که این بانو چقدر اعتماد به نفس مخصوصا حرمت نفسش پایینه خودشو به اندازه کافی دوست نداره یه عزیزی نوشته بود که از نظر ظاهری کلم خوشگلم ولی همش احساس میکنم که از دیگران کمترم بوی اکسم یعنی بوی قبلیم دوست پسر قبلیم اگر بره دوست دختر بگیری از حسادت میخوام بمیرم برای اینکه نکنه از من خوشگل تر باشه اینا همه ضعف های شخصیتی من که باید روش کار بکنم ربطی به دیگران نداره مسئولش فقط و فقط و فقط خود من نوعی هستم که بعد ببینم چرا من باید حتی به بوی قبلیم که میخواد بره زندگی بکنه حسودی میکنم در که معلومه که این تموم نشته. یه چیز دیگه ای که خیلی یه کیس دیگه ای که خیلی مهم بود نوشته بود که سه سال توی رابط رابطه هستیم و خیلی مشکلات برای هم پیدا کردیم و خیلی فوش و فوشکاری و همه چی نمیتونم از این رابطه بیام بیرون به خاطر اینکه فکر میکنم اگه از این رابطه بیام بیرون نکنه بره با یکی بهتر از من باشه خب خیلی تاسف خوردم من واسه این عزیز ما میگه که من دوست پسرم با هر کی که دوست داره میره میاد حق ندارم اعتراض بکنم ولی من اگه بخوام با دخترا برم بیرون حرفای خیلی زشت به من میزنه میگه ها میخوای بری مثلا پسر بازی کنی یا خیانت بکنی ولی خودش هر کاری دلش میخواد ب... میکنه و فوشای خیلی زیاد میده و دلم نمیگه میترسم که اگه بره با یه دختر بهتر بره وای اگه این رابطه اینقدر غیر اصولیه تو چقدر بدبختی از اینی که موندی تو این رابطه ای که عشق علاقتم کمتر شده بعد نگرانی که بره تو بهتر تو هیم هر کاری میخواد بکنه آخه کدوم دختری با این با این کراکتر راحت میتونه بمونه مگر اینکه مثل خودش بیمار باشه بعد تو چقدر بیمارتری که با این حسادت بیمارگونه داری از موقعیت های خوب خودت داری میکسری که ممکن بیاد تو زندگی تو یه همچین رابطه غیر اصولی گیر کردی که فردا بهتر از تو پیدا نکنه وای همش براش نارتی داره وای هر اصلا میشه که مادر جم. به دختر حسادت کنه فراوون داری که پدر به پسرش مادر به دخترش حسودی میکنه فراوون داری و چقدر قمگین دردناکه امکان امکانش خیلی خیلی زیاده وقتی من مادر نوعی عاشق نشدم زود ازدواجم دادن یا زود ازدواج کردم تجارب نوجوانی رو نکردم و دائمانم تحقیر شدم حالا که دخترم نوجوان شده زیبا شده زمانم گذشته آزادی های خودشو داره احساس کم بودم داره خودشو نشون میده هرس میخورم از اینکه چرا من نداشتم و تو داری حالا خانم موافقین که این بحث رو نیگرداریم برای هفته خیلی دیگه خیلی خیلی مهمه دقیقا دقیقا پس هفته بعد هم در مده حسادت کسایی که بدونم دنبال میکنن که این هفته دیگه حتما. چه جوری کنیم ادامه دیگه. بدین برامون بنویسین بعضی نوشتن من اصلا حسود نیستم حسودی یه مقدارش طبیعیه بی خودی نگه نیستم سعی کنیم پیدا کنیم و بعد رحایش هفته دیگه میگیم مرسی خانم مرسی با خانم بابک رسیدیم به پایان برنامه امروز در این استودیو خیلی خودمونی به قول شب یلدا ویژه برنامه ما رو از یاد نبرین از شما عزیزان خواستیم که برامون ویدیو بفرستین و بگین توی چه شهری هستین و شب یلداتون رو چجوری جشن می‌گیرین زیاد دیگه وقت نیست ما پنج شنبه شب ویژه برنامه داریم برای شب یلدا بله دیگه همینجا به امرا از راه ارتباط با ما رو که می‌بینین فیسبوک ما تو پلاس و وبسایتمون همینجا به امرا آزاده و خانم بابک از برای بزنیم تا فردا خدا نگهد